خیلی خوش اومدید به این میزه گرد. فقط اولش بگم که ما یک در واقع از نهاد دولتی هم درخواست کردیم که تو این میزه گرد باشه، ولی خب ترجیح دادن که نباشن و ممنونم از شما که در واقع قبول کردید که تو این میزه گرد در مورد چشم‌اندازهای فناوری اطلاعات تو سال 1403 با هم دیگه صحبت کنیم. اگه بخوام شروع بکنم از شما آقای جامعه بزرگ، من یک گزارشی داشتم تهیه می‌کردم و سعی کردم مثلا با حدود 20 تا مدیر حوزه آیتی صحبت کنم در مورد کسب و کارشون توی سال 1402 و حالا چشم‌اندازی که به 1403 دارن. با اکثرشون که صحبت می‌کردم توی دو تا در واقع معقوله اینا در واقع نظر مشترک دارن، یکی سرمایه و یکی کمبود نیروی انسانیه. توی سال در واقع جاری اعلام میکنن که ما سرمایه خوبی نتونستیم جذب کنیم، همونطور که سخت در بود این برای جذب سرمایه توی این حوزه، جذب سرمایه سخت‌تر هم شده و حتی صندوق‌های سرمایه گذاری هم عملاً عملکرد مثبتی نداشتن. شما به عنوان یه هلدینگی که خب خیلی فعال عمل میکنید تو سرمایه گذاری تو حوزه ICT، چجوری میبینید شرایط رو با توجه به اینکه سال 1402 اینقدر به شرکت‌ها در زمینه جذب سرمایه سخت گذشته، در قراره که تو سال 1403 چه اتفاقی بیفته؟ عرضم به حضور شما که اینکه قراره چه اتفاقی بیفته فکر کنم تقریبا واضحه، احتمالا خیلی بدتر از امسال سال 1403 ما تجربه میکنیم، چون سیگنالی که نشون بده یک افقی داره باز میشه، یک شرایط بهتری ایجاد میشه، حداقل من نمیبینم حتی یه سیگنال خیلی ضعیفی که فکر کنیم حالا اتفاق ویژه‌ای میخواد در سال 1403 بیفته. خود ما توی فناب 1402 اصلا تممون تم تاب‌آوری بود و خب پیش‌بینی میشد که محدودیت‌های جدی داشته باشیم. حالا کلیه منابع، یه بخشش منابع انسانی اشاره کرده سرمایه انسانی، یه بخش منابع مالی، عمده منابع مالی که در کشور تأمین مالی تو کشور بر عهده بانک‌هاست، چون بازار سرمایه و اینا هم خیلی هنوز ابزارهای متنوع و عمق جدی نداره که بخواد کمک بکنه. خود بازار سرمایه هم البته با همون عمق کمش و ابزار کمش هم سال خوبی رو نگذرون و به نظر من سال بعدم خیلی بهتر از امسال نیست. بانک‌ها هم وضع خیلی خوبی نداشتن، محدودیتایی که بانک مرکزی گذاشته به خاطر کنترل نقدینگی باعث شده که اونا هم نتونن در واقع کار جدی انجام بدن. صندوق‌های حمایتی مثل صندوق نوآوری شکوفایی و امثال هم منابعی آنچنان ندارن که تخصیص بدن. خیلی گزیده آنجا که دولت میخواد ورود بکنه، مثلا تو وزارت ICT پروژه مثل فیبر چون برای شخص وزیر مهم بوده، البته منم فکر می‌کنم واقعا پروژه مهمیه، حالا اونقدری که تونستن یه منابعی تخصیص دادن خیلی خیلی محدود، اونم من فکر نمی‌کنم ادامه دار باشه. لذا خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم حتما سال 1403 شرایط خیلی وخیمتر و خیلی دردناکتر خواهد بود در حوزه تامین مالی. خب به نظر شما اصلا راهکاری وجود داره برای خارج شدن از این معضلی که توش در واقع گیر افتادن کل کسب و کارها؟ ببینین راهکار که خب یه بخشش واقعا برمیگرده به سیاست‌های دولت، چون بالاخره یه بخش زیادی از اقتصاد ما همچنان اقتصاد دولتیه و تصمیم‌گیری دولتی و حاکمیتی روش خیلی خیلی اثرگذاره و ما متأثریم از آن چه که در نهادهای حاکمیتی در واقع میگذره و تصمیم‌گیری می‌کنن. ولی با توجه به وضعیت نقدینگی که توی کشور وجود داره و شرایط تأمین مالی، من فکر می‌کنم فقط بیزینس‌هایی که در سال‌های آینده بتونن رشدای تورمی و در واقع افزایش نرخ‌های دلاری رو تحمل بکنن، شاید بتونن بخشی از منابعی که منابع کشور خارج از ایران، مثلا منابعی که توی چین و امثال هم هست، بتونن فایننس خارجی اونم البته خیلی خیلی محدود استفاده بکنن، که غالباً عمدتاً این منابع هم صرف پروژه‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ میشه، خیلی توی SME ها و استارتاپ ها و اینها معمولاً اصلا امکانش فراهم نیستش. واسه پروژه های بزرگ شاید معدود فرصت هایی که وجود داشته باشه منابع خارج از کشوره و فایننس خارجیه. داخل کشور ممکنه اتفاقاتی از جنس اینکه صنایع دیگه و مجموعه های دیگه که به نسبت نقدینگی بهتری دارن مشتاق بشن که ورود کنن تو این حوزه. ما اتفاق اخیری که در مورد تپسی افتاد و تملکی که گلرنگ انجام داد، حالا هم در مورد تپسی هم دوستا استارتاپ دیگه ای، من فکر میکنم شاید از صنایع دیگه ما در سال آینده یه ورود محدودی از منابع مالی به حوزه دیجیتال داشته باشیم، ولی اینقدر که بگم یه تحول عجیبی رخ میده بعید میدونم.
آقای ناظمی، بعد از سرمایه در واقع دومین چالشی که شاید فکر کنم اصلی ترین چالشی که الان شرکت ها باهاش روبرو هستن، کمبود نیروی انسانی هستش و مهاجرت نیروی انسانی، و حتی خیلی ها الان نگران این هستن که الان این مهاجرت بجز این که داره در واقع نیروی متخصص در واقع مهاجرت میکنه، مدیرای ما دارن اکثرا میرن و ما کمبود مدیر متخصص داریم. این چالشه به نظر شما چجوری قراره تو سال 1403 ادامه پیدا کنه و اصلا راه حلی براش وجود داره یا نه با این در واقع سیاست ها و شرایطی که تو کشور داریم؟ خیلی صریحش اینه که خب بهبودی که اتفاق نمیفته. سوال اینه که چگونه بدتر میشود؟ یعنی ما داریم الان در مورد کیفیت بدتر شدن و چگونگی بدتر شدن صحبت میکنیم بر اساس شواهدی که فعلا وجود داره. مطالعاتی که روی همین رصدخانه مهاجرت انجام داد و تو پادکست هم تو جور دیگر تو دغدغه ایران در حقیقت محمد فاضلی و آقای صلواتی، دکتر صلواتی ارائه دادن و مرور کردن، به نظرم میرسه که خیلی خوب چند تا روند رو داره به ما نشون میده. روند اصلی اینه که، یا بهتر اینجوری بگیم که خب سیر مهاجرت توی این سالها تنوع بیشتر پیدا کرده و در لایه‌های متنوع‌تر اتفاق افتاده. معناش اینه که ما شاهد انواع خروج ها باید باشیم. اگر قبلا فقط فرض بگیرین دیولوپر ها و مثلا دیوابس های توانمند الزامن گزینشون بود که برند، الان باید در نظر بگیریم که از کوفاندر یک شرکت، سرمایه گذار یک شرکت، حتی کسی که یه زمانی به عنوان اینوستور اومده و سرمایه گذاری تو اون استارتاپ کرده، تا کلیه پرسنلش احتمالا این تمایل رو دارن. و سوالی هم که پیش میاد اینه که چی کار بکنیم که خطراتش کمتر باشه. یعنی عقلانیت یک سیاست گذار همیشه اینه که واقعیت رو بپذیره و توی اون واقعیت بخواد به در حقیقت پاسخهای بهینه دست پیدا بکنه. پس من اگر فرض بگیرم که مهاجرت یک واقعیته که داره اتفاق میفته این طرف، و از اون طرف بپذیرم که این در حقیقت مهاجرت هم داره متنوع تر میشه، هم به گروه های مختلف داره میرسه، هم کشورهای مقصدی که دارن انتخاب میشن متنوع ترن، و همینه که افرادی که دارن فعالیت میکنن یا اونهایی که دیرتر دارن مهاجرت میکنن معمولا با دیدگاه منفی تری نسبت به ایران هم دارن مهاجرت میکنن. این نکته مهمیه که تو اون پیمایش مهاجرت انجام شده. یعنی هرچقدر دیرتر افراد مهاجرت میکنن با بدبینی بیشتر و با کوله باری از شاید دردهای بیشتر دارن مهاجرت میکنن. خب اینها رو که کنار هم میذارم، به این نتیجه میرسم که سوالمون شاید بهترین باشه بپرسیم از خودمون که چه بکنیم که این مهاجرت کمترین آسیب رو بزن. اگه برگردیم به تجربیات کشورهای مختلف نگاه بکنیم، به طور خاص من میخوام به تجربه شوروی اشاره بکنم. بعد از فروپاشی شوروی، در حقیقت روسیه با یه چالش بزرگی روبرو شده بود و اونم این بود که تعداد زیادی از افراد داشتن مهاجرت میکردن بعد از فروپاشی، به خاطر اینکه شرایط اقتصادی یا به خاطر اینکه شرایط سیاسی در حقیقت ثبات لازم رو نداشت. خب خیلی از پروژه ها اومده انجام شد، یا بهتره بگیم اگر گزینه ها رو بیایم اونجا بررسی بکنیم، این گزینه ها روی میز سیاست گذار بود. یکی اینه که بیاد پیوند برقرار بکنه نیروی داخلی خودش رو با خارج از کشور، که من فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی توی ایران بتونیم اساسا در مورد این گزینه حرف بزنیم، چون سیاست گذار ما به شدت بدبین است نسبت به مهاجرت و نسبت به ایرانیان خارج از ایران، و خب نمودهای اون رو هم میتونیم تو انواع مختلفی از رفتارها و در حقیقت اعلامهاش ببینیم. پس این گزینه مناسبی است. دومی حالت اینه که، یعنی حالت اول منظورم اینه که اگه فرض بگیریم که یک سری اکسلریتور به وجود میاد یا یک سری مناطق آزاد اینترنت به وجود میاد، این سیاست عملیاتیشه که تو اون یک سری افراد، یک سری در حقیقت افراد توانمند بیان و در پروژه های خارجی مشارکت بکنن، حالا به عنوان هر نقشی که دارن، به خصوص در نقش دیولوپر. این گزینه رو من خیلی فعال نمیدونم، میذارم کنار. گزینه دومی که وجود داره اینه که ما
انکار واقعیت انجام بدیم، یعنی بگیم این مسئله نیست، اساسا هیچ سیاستی هم براش نداشته باشیم، این ما رو به یه مرحله بدتر از شرایط فعلی میرسونه. اون همینه که ما نمیتونیم از منافع افرادی که مهاجرت میکنند بهره مند بشیم. به عبارت دیگه اگه فرض بگیریم هر فردی که مهاجرت میکنه میتواند در لحظاتی هم یا بر اساس پروژه هایی یا بر اساس راههایی همچنان در چرخه خدمت به کشور خودش باقی بمونه، اگه ما برنامه‌ای نداشته باشیم این اتفاق هم نمیفته، او برای همیشه خداحافظی میکنه. پس اون گزینه‌ای که از نادیدن واقعیت و نپذیرفتن واقعیت برمیاد هم ما رو به جایی نمیرسونه. سومی مورد اینه که یا گزینه دیگر که باقی میمونه و این دیگه نیازمند دخالت دولت هم نیست و نیازمند در حقیقت یک نوع ساخت از پایین به بالا هست، اینه که ما یه سری بازیگرانی داشته باشیم اینجا که بتونن این منافع رو ایجاد کنن. چگونه ایجاد میشه؟ به عنوان مثال دارم میگم، اگر ما از همین اتفاقی که داره میفته سعی بکنیم ماکسیمم بکنیم بهره برداری ملی رو، شاید یکی از راهاش این بود که میمدیم مکانیزم هایی تعریف میکردیم برای اینکه یک استارتاپ بتواند فعالیت بین المللی خودش رو تعریف بکنه. بذارین اینجا هم مثال بزنم. در مورد دانشمندان شوروی بعد از فروپاشی، روسیه یک کانسپتی رو بهش در حقیقت پی برد و ازش استفاده کرد تحت عنوان مهاجران پاندولی. مهاجر پاندولی کسی بود از دید روس‌ها تو سیاست خودشون که این فرد به عنوان مثال پژوهشگریه که توی دانشگاه آمریکایی الان به عنوان پژوهشگر یا استاد داره فعالیت میکنه. اونها تلاششون رو به این صورت تغییر دادن که بتونن این فرد رو، زندگی این فرد رو به گونه‌ای تنظیم بکنن که اگر 6 ماه یا 9 ماه در خارج از روسیه به سر میبره، هر سال با یه مکانیزمی 3 ماه یا 6 ماهش رو بتونه در شوروی یا توی روسیه، در حقیقت اون زمان تازه روسیه به اسم روسیه تغییر نام داده شده از شوروی و بازگشت به نام روسیه، تو اونجا بگذرون. این مهاجران پاندولی چند تا کمک میکردن. یکی کمک میکردن به انتقال دانش، که این انتقال دانش خیلی اثرگذار بود. دوم اینه که خود همین در حقیقت رفتار پاندولی اتفاقا باعث میشد مهاجرت برای نسل بعدترها کاهش پیدا بکنه برخلاف انتظار، چون که اونها الان به واسطه یه افرادی که میشناختن و الان اون افراد پاندولی در حقیقت جایگاه‌هایی تو نظام به هر حال خارج از روسیه هم برای خودشون پیدا کرده بودن، میتونستن از منافع اون استفاده بکنن و خیلی شاید اون احساس عقب ماندگی یا اون احساس دور افتادن از علم و فناوری هم براشون روی نمیداد. پس این هم یه در حقیقت کار کرده دیگه‌ایه که میتونست برای اونها داشته باشه. پس هم انتقال دانش رو در تسهیل میکرد این سیاست و هم میزان مهاجرت های ثانویه رو کاهش میداد. در فضای فعلی که ما میپذیریم اساسا دولت و حاکمیت ایران چنین مسائلی رو نمیپذیرد و نه حتی اگر بپذیرد توانمندی ارائه راه حلی برای اون داره. شاید باز دوباره باید برگردیم به اینکه داخل اکوسیستم چنین مکانیزم هایی به وجود بیاد و این مکانیزم شاید تو لحظه اول توصیه اولی باشه که استارتاپ ها از همون ابتدا تصور این رو داشته باشن و خودشون رو آماده بکنن برای اینکه بتونن از مکانیزم های مختلف استفاده بکنن برای چه جذب سرمایه، چه یه همکاری بلند مدت با یک در حقیقت مجموعه بین المللی و خارج از ایران. هم اونها رو پا بر جاتر میکنه، هم این امکان رو برای کشور به وجود میاره که ما شاهد استارتاپ هایی باشیم تو سالهای آینده که میتونیم حالا شاید اسمشون رو بذاریم استارتاپ های پاندولی، یعنی استارتاپ هایی که هم یک شعبه داخل ایران دارن و هم یک همکاری استراتژیک، حالا چه در قالب یک اتحاد استراتژیک باشه، چه در قالب یک در حقیقت جوینت ونچر باشه یا هر مدل دیگری از در حقیقت همکاری خارجی، یک پای هم یک در حقیقت محلی هم در خارج از ایران دارن و این دوتا رو با هم دیگه دارن پیش میبرن.
اگر این رو بپذیریم، خب به همراه خودش چالش‌هایی به وجود میاره که دیگه فکر میکنم حوصله این بحثمون نیست، ولی این یکی از راه‌هایی که میتونه وجود داشته باشه. آقای ناظمی، در مورد این پیشنهادی که دادید، به نظر من خیلی پیشنهاد منطقی به نظر نمیرسه. وقتی دولت ما به استارتاپ ها و کلن کسب و کارهای حوزه دیجیتال نگاه امنیتی داره و خیلی از کسب و کارهای ما به خاطر اینکه حالا مثلا 1% ممکنه 1% سهامشون در واقع دست یک شرکت خارجی باشه یا فرد خارجی باشه، اصلا همچین راهکاری به نظر شما جوابگوه؟ برگردیم باز دوره به واقعیت. نگاه کنیم، ما راه حلی که میدیم هیچ وقت نباید انتظار معجزه داشته باشیم. توی شرایطی مثل شرایط فعلی اساسا چنین راه حلی وجود نداره. ما همیشه تو هر تصمیم گیری، فارغ از اینکه استراتژی بخوایم انتخاب کنیم یا سیاست گذاری کلان، بین گزینه های موجودمون داریم بهترین رو انتخاب میکنیم. اگر این راه حل نیست، سوالی که به وجود میاد اینه که آیا جایگزین دیگری داریم؟ آیا گزینه دیگری داریم که وضعیت ما رو بهتر از این بکنه؟ این سوالیه که باید جواب داد، وگرنه هر گزینه، هر سیاستی نقاط ضعف خودش رو داره. تو وضعیت فعلی که اغلب استارتاپ ها دارن به دنباله میگردن که حالا یا از طریق استارتاپ ویزا، یا از طریق پیدا کردن سرمایه گذار خارجی، یا از طریق ایجاد بازار خارج از ایران فعالیت بکنن، و این واقعیت وجود داره روی میز، سوال اینه که اگر این واقعیت هست چه بکنیم که آسیبهاش کمتر باشه و منافعش بیشتر باشه؟ اون در هر صورت داره این مسیر رو میرود. اگر داره این مسیر رو میره، پیشنهادم اینه که نره تو فکر این که یکی از این دوتا رو انتخاب بکنه و از لحظه اول به این فکر بکنه، ولو اینکه یک استارتاپی که تو لحظه صفرش داره کار میکنه، فکر کنه که چگونه میتواند به بهترین نحو وارد بازار در حقیقت خارج از ایران بشه. و سومین مورد اینه که تا موقعی که ما واقعیت رو نمیپذیریم، اتفاقی که میفته اینه که حالا متاسفانه باید گفت حاکمیت متوهم مردم و شرکت های خودش رو هم متوهم میکنه. این چیز عجیب غریبی نیست، فکر میکنم همه ای ما این رو درک کردیم. استارتاپ ما هم دوست داره انگار که ویسی تو لحظه صفر بیاد یه ویسی خارجی روش سرمایه گذاری کنه. خب چنین اتفاقی نمیفته با توجه به سطح توانمندی که داره. قاعدتا قبلش باید یه مسیر رو بوت استرپی رفته باشه، یه جاهایی رو باید از بیزینس انجل استفاده کرده باشه، به یک در حقیقت توانمندی اولیه‌ای رسیده باشه که حالا تازه ویسی بیاد روش سرمایه گذاری بکنه. خب واقع بینی به من میگه که اساسا این راهی که همه استارتاپ ها تو وضعیت فعلی راه افتادن دنبال این که یک ویسی خارجی پیدا بکنن، یه رویا فروشیه و یه شعار فروشیه، مثل بقیه شعارهایی که حالا تو سطح ملی داده میشه. یه سری شعار هم تو سطح اکوسیستمی به وجود میاد و از بین همه در حقیقت کیسی که اتفاق افتاده، ما به ندرت میبینیم کیسی رو که بلا فاصله پس از خروج از ایران تونسته باشه ویسی برای خودش جذب کرده باشه. نمیگم نیست، هست، ولی تعداد و احتمالش مهمه. این احتمال خیلی پایینه، در حالی که اگر از روز اول این واقعیت رو بپذیره و شروع بکنه به اینکه یک شریک خارجی داشته باشه، شروع بکنه به اینکه مثلا حتی استفاده بکنه از روش‌های مثل کراود سورس. مثلا استارتاپ‌های ما هیچ کدومشون شروع نمی‌کنن به اینکه از کراود سورس‌های خارجی استفاده بکنن، در حالی که یک کشور همسایه ما مثل ارمنستان رو شما در نظر بگیرین، تقریبا روتین استارتاپ های ارمنی اینه که ما توی کراود سورس آمریکایی مثلا کیک استارتر میریم، طرحمون رو میذاریم، یه پول اولیه میگیریم و بعد شروع میکنیم به کار کردن. خب این کارا من انجام نمیده استارتاپ ایرانی و توهم در حقیقت سیاست گذار و حکمران تسری پیدا میکنه به کل یک اکوسیستم، کل یک جامعه، و جامعه هم ادراک خودش رو به همون نسبت انگار از واقعیت از دست میده. آقای نامداری، خب یکی از چالش‌های مهمی که الان میدونیم که ما تو سال 1403 خواهیم داشت، تشدید مسائل تورمی و اقتصادی خواهد بود. خیلی از کارشناسان میگن که استارتاپ ها باید خودشون رو آماده کنن و مدل مشخص داشته باشن برای این شرایط. به نظر شما استارتاپ های ما با داشتن یک مدل اقتصادی مشخص برای مقابله با تورم میتونن از این در واقع جریان عبور کنن و موفق بشن؟ ببینید، من پاسخ به این سوال شما رو اگر اجازه بدید در دل یه
توضیح کلانتری ارائه بدم که شاید کمک بکنه به اون بحثی که کیوان عزیز هم اشاره کردم. بیاید صنعت تکنولوژی کشور، اقتصاد دیجیتال کشور رو سه بخش بکنیم. سه بخشی که خب عمومانم به علاوه تئوریک این کار انجام میشه. یه بخش بخش زیر ساخته، یعنی اون حوزه‌ای که شما شرکت‌های اف سی پی رو داری، شرکت‌های اینترنتی رو داری، مخابرات، این زیر ساخته‌ای که برای تکنولوژی لازم. من فکر می‌کنم این حوزه سال بعد از بدی اتفاقا نداشته باشه. حوزه ارتباطات منظورتون؟ میشه ارتباطات صداش کرد، بله. اولا به این دلیل که این حوزه با توجه به این افزایش تعرفه اینترنت به هر حال یه افزایش درآمد خواهد داشت. این افزایش 30% تعرفه اینترنت میاد توی زنجیره ارزش این بخش جاری میشه و کمک میکنه. دومی که این بخش عموما در کنترل نهادهای عمومی و خصوصی و حکومتیه و کمتر هم داشت نگرانی وجود دارن و حکومت خیلی دغدغه کنترل و چیز اینا رو نداره، اصطلاحا درآمدشون نگران نیست و هم دلیل مانع رشدشون نمیشه. سوم این که این حوزه ها خیلی اصطلاحا حوزه های ملموس و تنجبل و مشهودی هستن، دارایی محورن و به همین دلیل روش های تأمین مالی هم براش وجود داره، یعنی میتونن بانک وام بگیرن، میتونن منابع دولتی براش هست. شما هم یاد نگاه بکنید اون چیزی که در قانون برنامه 5 ساله هفتم فکر میکنم هفتمیم الان تو هفتم پیش بینی شده برای سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پی تمرکزش رو این لایه است اتفاقا و به همین دلیل منابع دولتی هم سمتش خواهد رفت. من میخوام بگم این بخش به نظر میاد سال آینده رشد خواهد داشت، دست کم اگر اتفاق عجیب غریبی نیفته. بخش دوم من اسمش رو میذارم بخش اصطلاحاً حضور تکنولوژی در اقتصاد سنتی ما، یعنی شما از تکنولوژی استفاده کنید، همون کسب و کارهای قدیمی، معدن، فولاد، پتروشیمی، نمیدونم حمل و نقل رو در اونها بهبود ایجاد کنید، از طریق مثلا فرض فرمایید نرم افزار، از طریق استفاده از ابزارهای جدید برای مدیریت زنجیره تامین و اینجور کاری که انجام میشه. من این حوزه رو فکر میکنم سال بعد سال بدی نخواهد داشت. یه علتش اینه که این حوزه اساساً از تورم خیلی لطمه نمیبینه، یعنی مثلا اگر شما رشد قیمت دلار ارز داشته باشید، اغلب این شرکت ها شرکت های صادراتی هم، فولادی ها، پتروشیمی ها و اینا، و اینا در مجموع درآمدشون میره بالا و به همین دلیل میتونن بخش از این درآمد رو صرف اتوماسیون و به قول معروف آی تی بیس کردن فرآیندهای خودشون بکنن و طبیعتا وندورها و تامین کننده های تکنولوژی اینا منتفع میشن دیگه. شرکتی که نرم افزار تامین میکنن، سخت افزار براشون بهشون میفروشن، زیر ساخت براشون چیز میکنن، ای آر پی تامین میکنن. حاکمیت هم با اینجا اتفاقا خیلی چیزه اوکیه، دوست دارم شما که همین مصوبه اخیری که هفته پیش وزارت سمت ابلاغ کرد تا چند وقت پیش قانون این بود که شما اگر میخواید واردات خود رو انجام بدید باید معادل اون یا یعنی نسبتی از اون وارداتی که انجام دادید رو صرف انتقال دانش بکنید. حالا فرق از اینکه این حرف اصلا مفهومی یعنی چی و حرف به نظر من پرت و پلاییه، ولی اخیرا اومدن یه استثناء گذاشتن، گفتن اگر شما معادل اون پول وارداتی که انجام دادید فکر میکنم 50% یا 30% رو ترتیب دادم، برید در حوزه هوشمندسازی صنعت خودرو سرمایه گذاری کنید. بعد یه سری محور تعریف کردم، مثلا برقی سازی، هوشمندسازی خودرو متصل یا کانکتد کار و این چیزاست. خب یعنی یه بخش از اون منابع دارن هول میدن به این سمت. نفعشو کی میبره؟ صنعت خودرو، صنعتیه که سنتی و کلاسیک داره کار میکنه، ولی اینجا یه سری وندور طبیعتا ازش منتفع میشن، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه. این دو بخش به نظر من رشد دارن. اون بخشی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم بخش سوم ماجراست که اونم کسب و کارهایی هن که اومدن مدل کسب و کار جدیدی عرضه کردن. یعنی مثلا شما فرض فهمید در مورد دیجیکالا وقتی حرف میزنید، دیجیکالا نیومده به یه فروشگاه سنتی کمک بکنه که بهتر بفروشه، اومده یه مدل کسب و کار جدید عرضه کرد. اسنپ این کارو کرده، دیوار این کارو کرده، تپسی این کارو کرده. همه بس اینجاست. اینا به نظر من سال بسیار بدتری خواهند داشت. به دلیل اولش اینه که اینا اتفاقا اون نیرو انسانی که آقای دکتر ناظم اشاره کردن و اینا بیشتر احتیاج دارن، چون نیرو انسانی که اینا احتیاج دارن نیرو انسانی متفاوتی با دو گروه اول و تو بازار کار رقابتی تری هم دارن کار میکنن و اون بازار کار این نشتی بزرگ مهاجرت رو داره. دلیلش دومش اینه که اینا هنوز سوژه نگرانی حاکمیتن، هم مالکیت حاکمیت درشون کمه، هم اساسا نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم ولی اصطلاحا خارج از کامفورت زون حاکمیتن، خارج از منطقه امن حاکمیتن و در موردشون نگرانی جدی داره و مدام میخواد اینا رو کنترل کنه و به هم دلیلم اجازه نمیده منابع به سمتشون بره. اون سرمایه‌ای که اشاره میکنی که بخشش هست
سدهایی جلوش قرار گرفته، سدهای مرئی و نامرئی جلوش قرار گرفته. یه جا سد مرئیش اینه که مثلا به اینا وام نمیدن چون ساختمون و ملک و دارایی ندارن وثیقه بذارن. نامرئیش اینه که اجازه نمیدن توی بورس سهامشون عرضه بشه. میدونید مشکل دیگر این گروه اینه که اینها خیلی به شدت کسب و کارهایی هستند که گره خورده بقا و رشدشون به قدرت خرید مردم. یعنی اگر مردم قدرت خریدشون رشد نکنه دلیل نداره فلان استارتاپ برن فیلم ببینن. یعنی پولش پول کمتری میتونن برام بذارن، پول کمتری برای غذا میذارن، پول کمتری برای همون نقل و سرویس اسنپ میذارن، پول کمتری برای خیلی چیزای دیگه میذارن. این کسب و کارا خیلی لطمه میخورن از کاهش قدرت خرید مردم یا همون تورمی که شما اشاره کردید. من فکر میکنم سال آینده برای این کسب و کارها سال بسیار بدتری خواهد بود. بازم تاکید میکنم اگه روند امور همینی باشه که داریم میبینیم اتفاق عجیب غریبی نیفته. بعد سال بعدم این نکته که نباید دست کم گرفت اینه که دو تا اتفاق مهم داره در ایران. ما امسال انتخابات مجلس داریم، سال بعد مجلس جدید داریم. علیرغم همه حرفی که میزنم کماکان معتقدم مجلس ها با هم فرق دارن، یعنی در میزان آسیبی که میزنن حداقل میتونه فرق داشته باشه. و از اون طرف ما انتخابات آمریکا رو داریم که معمولاً شرایط سیاسی و اقتصادی ما رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. چشم‌اندازش هم الان چشم‌اندازیه که به نظر میاد باید نگرانش باشیم. یعنی اگر ترامپ رئیس جمهور بشه که حالا دست کم یه بخش شواهدینو تایید میکنه، باید آماده سخت‌تر شدن شرایط برای مردم باشیم. و من بازم تاکید میکنم فکر میکنم این لایه سوم اونجایی که کسب و کارهایی ان که دارن با مدل کسب و کار جدید دیجیتال میکنن زندگی مردم رو، اینا سارا سخت‌تر خواهند. با توجه به این توضیحاتی که دادید، در نهایت اینکه یک کسب و کار مدل داشته باشه، مدل اقتصادی و درآمدی داشته باشه، آیا بهش کمک میکنه تو این شرایط یا نه؟ ببین مدل یه مفهومه، یه مفهوم انتزاعیه و مدل هیچ وقت تو رو تا بی نهایت توانمند نمیکنه و در این حال پارامترها و شرایط بیرونی هم اساسا در کنترل تو به عنوان کسب و کار نیست. واقعیتش اینه که من خیلی میبینم این ورانور میگن شما باید آمادگی ریسک میبودید، شما باید نمیدونم پیش اینا. تنها آمادگی خیلی جا میشه داشت اینه که یه کاری رو نکنی، یه چیزی رو تعطیل کنی. اینم شکلی آمادگیه. ما سال گذشته در هزار دستان تمرکزمون جمع کردن شرکت‌های وسط رشد بود. جمع کردیم دیگه، بلد رو جمع کردیم، قرار رو جمع کردیم، کارنامه رو من بدون جمع کردم نذاشتم جمعش کنم دیگه براتون بگم. شرکت‌های دیگرمون به سمت رشد نرفتن، همه پرونده‌های نیمه باز رو بستیم. خب اینم یه مدله. از بیرون آدما نگاهش می‌کنن میگن اینا تعطیل کردن، کاری نکردن. از منظر سهامدار، سرمایه‌گذار، مدیر کسب و کار یه نوع واکنشه. تاب‌آوری نمی‌دونم، یه نوع اتنازیه. یعنی شما از ترس یه اتفاقایی میای خودتو از بین می‌بری. اینم یه شکلی از آمادگیه. ولی واقعیتش اینه که نه، من فکر نمی‌کنم واقعا بشه این نقد رو متوجه بچه‌هایی که تو این کسب و کار هستن کرد که آقا شما پیش بینی نکرده بودید. خب به هر حال شرایط خیلی وجوهش بر تو خیلی چند بار دیگه. مگه مثلا ما 3 سال پیش فکر می‌کردیم 2 سال دیگه مثلا ما با این شرایط سیاسی روبرو بشیم؟ سال چند، من خودمو میگم، من سال 94 برگشتم ایران، اصلا اوج امیدواری بودم. مگه فکر می‌کردم 96 اونجوری بشه، 98 اونجوری بشه، 1401 اینجوری بشه؟ سالب جب. خیلی خیلی میخوام بگم یعنی واقعا خیلی چیزا تصادفیه. چجوری میشه براش آماده بود؟ نافیه این نیست که تو یه سری آمادگی های جنرال عمومی داشته باشی، ولی اینکه فکر کنیم مثلا آدم تو کسب کار یه سری معجزه گرن که یه جعبه ابزاری دارن که برای هر شرایطی میتونن یه چیزی بکنن، واقعا این نیست، واقعا این نیست. شما وقتی جا میخوری و جمع میکنی. یه اشاره ای آقای نامداری داشتن به اینکه خب بخش ارتباطات تو سال آینده حداقل میتونه بخشی باشه که رشد کنه، ولی من خیلی با این موافق نیستم، چون به خاطر محدودیت‌های اینترنتی که ما داشتیم، ما حداقل از سال گذشته محدودیت اینترنت و فیلترینگ رو داشتیم که خیلی نه تنها به کاربرا که به کسب و کارها هم خیلی ضربه زد. وقتی که پای اساس یه شرکت فناوری با اینترنت هستش و پاشنه آشیلش هست، چجوری میتونه این روندو که همچنان هم ادامه داره، حداقل ما فکر میکردیم که تو سال 1402 سیاست‌ها تغییر بکنه و این محدودیت‌ها برداشته بشه، ولی این اتفاق نیفتاد و به نظر میرسه که تو سال 403 هم با همین فرمون پیش میره. بخش خصوصی با این شرایط اینترنت چجوری میتونه ادامه بده؟ اولا خب افق زمانی پرسش شما یک ساله است. یه وقتا این تبعات و اثرات موضوعی که مثلا بحث محدودیت اینترنت میگید، بازه اثرگذاریش شاید بیش از یک سال در طولانی مدت خودش رو نشون میده. اینکه ما با چه رشدی، با چه نرخی داریم رشد میکنیم توی حوزه اقتصاد دیجیتال،
و خب حتما محدودیت اینترنت این نرخ رشد رو به شدت کاهش میده. ولی اگه داریم در مورد 1403 صحبت میکنیم، منم همچنان شانس قائلم واسه اینکه منابعی که الان دولت داره تخصیص میده، شاید میگم یکی از معدود کارهای درستی که وزارت آی سی تی الان داره انجام میده اینکه خودشو محدود کرده به یه دونه پروژه خاص، حالا بحث FTTH و FTTX رو دارم عرض میکنم، و حداقل میشه امیدوار بود که یک منابع حداقلی، باز تاکید میکنم حداقلی، توی بازه زمانی یک سال آینده اگر اتفاق خاصی نیفته تزریق بشه و خب قاطعا زنجیره ارزشش هم منتفع میشن. الان هم اینترنت واقعا شده جزء یوتیلیتی توی زندگی مردم. اون هرم مازلو رو دیدید، به شوخی پایینش اینه وای فای میکشن بعد تازه میاد خود هرم شروع میشه. بالاخره یه بخشی از سبک زندگی مردم الان پذیرفته که از اینترنت استفاده کنه، ولو با فیلتر شکن و وی پی ان و اینا. کلی هم بحث شده در مورد تجارت وی پی ان و نمیدونم اتفاقایی که داره میفته. یعنی آخرش مردم یه راهی دارن پیدا میکنن، ولی با سختی. لقمه باید دوباره بچرخه، یه هزینه مضاعفی بشه، یه کیفیت خیلی خیلی بدتری رو تجربه بکنن تا بالاخره دسترسی داشته باشه به اون کانتنت و سرویسی که میخواد مصرف کننده نهایی داشته باشه. خلاصش بکنم، لانگ ترم حتما آسیب میبینه اقتصاد دیجیتال از این محدودیت ها. خیلی از افقهای سرمایه گذاری، خیلی از شانسای توسعه کسب و کاری از بین میره. ما خیلی بعید زایش کسب و کار جدید جدی توی این شرایط داشته باشیم. ولی مشخصا همطور که نیما هم گفت، اپراتورهای مخابراتی به واسطه هم اون تغییر نرخی که اتفاق افتاد، هم من همچنان فکر میکنم با همه این شرایط همچنان سهم مصرف اینترنت تو کشور عدد کاهنده‌ای نخواهد بود اگر خیلی افزاینده نباشه. این شانس محدود واسه شرکت‌های تلکام و سیتی میشه قائل بود در افق 1403. باز تاکید میکنم کابوس خیلی از بیزینس ها و البته کاربران اینه که اینترنت برای همیشه قطع بشه. راه حلی هم که حالا دولت در پیش داره، حداقل توی یک سال گذشته دیدیم، این بوده که از پلتفرم های داخلی استفاده بکنیم، از سرویس های داخلی استفاده بکنیم و این رواج داده، حداقل توی سیاست وزارت ارتباطات که این خیلی پررنگ دیده شده. به نظر شما این که حاکمیت این رویا رو داشته باشه که ما به سمت اکوسیستمی پیش بریم که در واقع ارتباطی با جهان نداره و فقط داخلی هستش، امکان پذیره؟ به قول امیر، الان ما شرایطی داریم که دولت حتی توانمند نیستش که اون رویاهایی هم که خودش داره رو محقق بکنه. اینجاش از شانس میاریم. اونم این که من فکر نمی‌کنم حتی انقدر هوشمند باشه حاکمیت که مثلا الگو رو کردی که چین توی سالهای گذشته داشته رو بتونه تمام کمال پیاده بکنه. قصه ما با یه جایی مثل چین فوق‌العاده فرق می‌کنه. ما داریم یه گرته برداری خیلی خیلی ناقص و سطحی از آنچه که اونجا اتفاق افتاده رو اینجا تو اپروچمون به مدیریت اینترنت، به مدیریت شرکت‌های تک و اینا انجام میدیم. لذا من شانس موفقیت دولت رو خیلی خیلی پایین میدونم و فکر نمی‌کنم الان دیگه تو اون نقطه‌ای باشه کشور که جامعه بتونه تحمل بکنه یک محدودیت خیلی بیشتری رو توی این حوزه. من فکر میکنم این تبعات خیلی جدی واسه حاکمیت داره و بعید میدونم الان هم حاکمیت حاضر باشه هزینه بیشتری بکنه واسه این سال. احتمالا تو همین فضای کجدار و مریضی که پلتفرم‌های مشهور و پرطرفدار فیلتر باشن، حالا این فیلترینگ یه جاهایی پیچش سفت‌تر میشه اگه شرایط بحرانی تو کشور داشته باشیم، شرایط عادی تر باشه پیچه یکم شل‌تر میشه. این داستان حمایت از پلتفرم‌های داخلی هم ادامه پیدا میکنه، ولی ما خب این مدل حمایت هم باز توی صنایع دیگه توی این چند سال چند دهه تجربه کردیم، اونم خیلی موفق نبوده. این که من عرض میکنم گرته برداری سطحی، حتی اون حمایتی هم که داره میشه آخه حمایت درستی نیست. حمایت یعنی اگه شما بخواید یه پلتفرمی که جایگزین مثلا اینستاگرام، یه پیام رسانی جایگزین تلگرام توی کشور داشته باشید، حتی با همین پولای در واقع منابعی هم که الان داره دولت مصرف میکنه توی این پروژه ها، نمیشه به اون سطح از کیفیت و اون سطح از سرویس رسید. و اساسا شما اگه نتونی توی اکوسیستم اینترنشنال بازی بکنی، رقابت بکنی، قطعا نمیتونی محصولی با اون کیفیت هم تولید بکنی. لذا به نظرم پای تولید داخلمون و محصولات داخلمون که همیشه لنگ خواهد بود تا وقتی تو این اکوسیستم بسته دارن فعالیت میکنن، اون اراده و رویایی هم که شما میفرمایید به نظرم نه توانش رو دولت داره نه تحملش رو جامعه داره، و من خوشبختانه اینجا شانسی واسه این که این رویا محقق بشه الان قائل نیستم.
آقای ناظمی، فناوری اطلاعات اصلا یک بستریه که برای جهانی شدن معنی پیدا میکنه و تو نمیتونی بگی که این یک بستر لوکاله. مثلا اگه لوکال باشه خب میشه صنعت نرم افزار یا سخت افزار. با این شرایط تحریمی که ما داریم، از اون ور خود تحریمی که داخل داریم، به نظر شما وضعیت فناوری اطلاعات توی سال 1403 به چه سمتی میره؟ با توجه به اینکه ما در واقع هیچ ارزشی برای اینکه بتونیم کسب و کارهامون جهانی بشن در واقع دولت قائل نیست و هیچ سیاست‌گذاری مشخصی براش نمی‌کنه. فکر می‌کنم حرفایی که نیما زد رو میتونیم خیلی بیس خوبی بدونیم برای اینکه تصویر ایران آینده رو داشته باشیم. من برآوردم اینه که اگر تغییر بیزینس مدل رو یک طیف، یک پیوستار در نظر بگیریم، از اینکه شما یکی از اون بلاکای یا یکی از عناصر بیزینس مدل رو تغییر میدین و تغییر کم میدین، یا اینکه همه عناصر رو و تغییرات شدید میدین، خب یه طیف میشه و استارتاپ های مختلف معمولا تو این طیف قرار دارن. خیلی از استارتاپ هایی که موفق بودن یا موفق نبودن، فارغ از در حقیقت کاری که انجام دادن، توی این طیف قرار داشتن. یه جایی مثل شاید مثلا فرض بگیریم اوبر رو اگه در نظر بگیریم، تا حدی بیزینس مدل رو اومده تغییر داده، یا ما با ازدهاش اسنپ و تپسی و بعضی از پلتفرم‌ها بودن که نه به شدت اومدن هم تو کانال درآمدی، هم تو مخاطب، هم تو در حقیقت ارائه سرویس، تو تک تک این اجزا اومدن تغییر رو دادن. به همون نسبت میتونیم بگیم وقتی شما تغییر کم میدین، بیشتر روی کرده محافظه‌کارانه دارین و از جنس نوآوری‌های انباشتی هست، یعنی نوآوری‌های خیلی جزئی که به صورت پیوسته اتفاق میفته و انباشت این نوآوری‌های کوچک و پیوسته میتونه ما رو به یه وضعیت بهتر برسونه. در اون سر تیپ ما یه سری نوآوری‌های رادیکال رو قاعدتا خواهیم داشت. برآورد من اینه که به دلایل مختلفی، از جمله تحریم که امکان همکاری‌های بزرگ و شکل دهی به تغییرات بزرگ و رادیکال رو میگیره از در حقیقت استارتاپ ها و افراد، یک دلیلشه. به دلیل مسئله ناپایداری وضعیت اینترنت و عدم قطعیتی که پیش رو هست عامل دومشه، و به دلیل نگاه امنیتی که در ایران وجود داره و در حقیقت از آن چیزی که نسبت به اون ناآگاه هستن میترسند، این دلیل سوم باعث میشه که ما بریم به سمت ابتدای این طیف، یعنی جایی که شاهد احتمالا نوآوری های خیلی کوچک خواهیم بود با تغییرات بسیار اندکی که توی بیزینس مدل های سنتی اتفاق میفته. و اینجا بهترین شریک و همراه استارتاپ ها کیه؟ بازیگران اقتصاد متداول. اتفاقی که توی خرید سهام تپسی توسط گلرنگ اتفاق افتاد رو من میتونم نشانه ای یا بالای کوه یخی از یه اتفاق بزرگتر بدانم. اتفاق بزرگتر اینه که در وضعیت فعلی که امکان FDI یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد، بورس ما توانمندی این رو نداره که بتونه پذیرای بازیگران متعدد بشه و اون چابکی رو داشته باشه که بتونه IPO های زیاد رو برای استارتاپ ها فراهم کنه. عامل دوم، بانک های ما توان مالی ندارن، به دلایل متنوعی هم این توانایی مالی رو ندارن که بتونن تبدیل بشن به تأمین مالی یا نهادی برای تأمین مالی برای در حقیقت حوزه اکوسیستم استارتاپی، و VC های قوی هم نداریم داخل کشور. عملا تنها راه باقی مانده برای تأمین مالی پیدا کردن شرکایی در میان بازیگران اقتصاد متداول. یعنی اون اتفاقی که افتاد برای در حقیقت تپسی و اینکه رب یک بازیگر اقتصاد متداول، یک بازیگر بزرگ اقتصاد متداول، یعنی گل رنگ رو باهاش همکاریش رو آغاز کرد و بخشی از سهام، میتونیم بگیم بخش عمده سهام خریداری شد توسط گل رنگ، شاید نشانه از باشه از اینکه تنها راه باقی مانده فعلی برای استارتاپ ها
همین راه هست، اینکه بتونن برای خودشون شرکایی از میان بازیگران اقتصاد متداول پیدا کنن. این تصویر قالبیه که میتونم داشته باشم از اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد. و وقتی این تصویر رو دارم میگم، به همراه خودش پیامدهای دیگری داره. باز اشاره میکنم به صحبتهای کیوان، که کیوان هم به همین نکته به خوبی اشاره کرد که احتمالاً خیلی دنبال اینکه تغییر بیزینس مدل های بزرگ اتفاق بیفته یا استارتاپ هایی به وجود بیان که در حقیقت بتوانن یادآور اون استارتاپ های نسل اول و بزرگان اکوسیستم فعلی باشن. بعید میدونم که چنین فضایی وجود داشته باشه که چنین استارتاپ هایی به وجود بیان یا حتی امکان شکل گیریشون وجود داشته باشه. یک دیگه از مؤلفه هاشه. باز دوباره فکر میکنم توی این بازی که الان داریم ترسیم میکنیم، نهادهای تأمین مالی و سرمایه گذاری از جمله ویسی ها یا از جمله کراود فاند ها هم در داخل ایران منظورمه، نمیتوانند بازیگر جدی برای توسعه باشن. پس اگر بخوایم خیلی عملیاتی و در حقیقت خیلی توصیه عملیاتی داشته باشیم برای استارتاپ ها، میتونیم بگیم که برای موفقیت خودشون شاید بهتره بگردن به دنبال بازیگران و همکارانی از اقتصاد متداول که بتواند در آینده سرمایه گذار اونها هم باشه و به همراه اینکه پول خودش رو داره میاره تو این شرایطی که در حقیقت نگاه های امنیتی، نگاه های غیر حرفه‌ای باعث میشه که اونها سخت‌تر و پر ریسک‌تر فعالیت بکنن، خوبیه پیدا کردن یک بازیگری از اقتصاد متداول اینه که اون بازیگر اقتصاد متداول نه تنها پول یا اون سرمایه اقتصادی رو به همراه خودش میاره، بلکه به همراه خودش سرمایه اجتماعی، یعنی شبکه هایی از افرادی که در درون حاکمیت یا در بازار هستن رو هم داره و اونها هم پشتیبانیشون و حمایت کردنشون میتونه پشت سر استارتاپی قرار بگیره که حالا همراه و شریک شده با اون اقتصاد متداول. و نه تنها این دو، بلکه سرمایه سوم، یعنی سرمایه فرهنگی دانشی هم برای گذراندن این شرایط داره اون بازیگر اقتصاد متداول، اون شرکتی که تو این سالها تونسته با موجهای بزرگی روبرو بشه و دوام بیاره، با احتمال بالایی میتواند مکانیزم های خودش رو مورد استفاده قرار بده برای اینکه بتونه از استارتاپ هایی هم که داره حمایت کنه. پس به نظرم میرسه شاید شانس باقی مانده به این صورته. این میشه فضای کلیه اکوسیستم داخلی. اضافه میتونم بکنم به این که حالا در کنار این گروهی یا بخشی از این اکوسیستم با اون مدلی که ابتدا گفتم هم به وجود میاد، یا بهتره بگیم یه بخشی از بازاری نیش مارکتی از اون هم به وجود میاد که توی اون یه سری استارتاپ بانک از لحظه صفر در حقیقت تو فکر این هستن که چگونه میتوانن فعالیت خودشون رو خارج از ایران داشته باشن یا سرمایه گذار پیدا بکنن یا بتونن در حقیقت بازاری خارج از ایران داشته باشن. این چنین ترکیبی حدس میزنم ترکیب غالب است. ببخشید نیما جان، من فکر میکنم یه شاید یک چاره دیگه‌ای که احتمال میدم در سال آینده بخشی از اکوسیستم تجربهش بکنه در راستای همون تاباوریه و اون مسئله که حالا امیرم الان چند تا پیشبینی کردش از مدل های تامین مالی که ممکنه سال آینده اتفاق بیفته، من احتمال یه سری امنه هم خیلی جدی میدونم. یعنی احتمالاً یه بخشی از شرکت های استارتاپی مخصوصا که سهامدار خصوصی هم دارن، عقل معاش بیشتری دارن و علاقه مندن همچنان توی بازار بمونن، احتمالاً موضوعی که خیلی هم توی این سالا کمتر تو کشور 64 مورد ما بیشتر نداشتیم امنه توی سالهای گذشته، با اینکه در دنیا به شدت رایجه، شانسشو زیاد میدونم چون اونم یه مسیریه واسه اینکه هم سهم بازار رو یهو بزرگتر کرد، هزینه ها رو کاهش داد. کار سختیه چون تمرین نکردیم خیلی، ولی شانسش رو کم نمیدونم توی سال آینده. هم تو صحبت‌های آقای ناظمی هم تو صحبت‌های آقای جامعه بزرگ به این نکته اشاره شد که یکی از راه‌های نجاتی که ما می‌تونیم سال گذشته برای جذب سرمایه داشته باشیم اینه که به قول آقای ناظمی شرکت‌های اقتصاد متداول وارد این بازار بشن.
ولی به نظر شما این که مثلا هلدینگی مثل گلرنگ یا شرکت های فولادی وارد این بازار بشن یکم نگران کننده نیست؟ چون خیلی با فضای این اکوسیستم آشنا نیستن و ممکنه از سمت دیگه مشکلات جدیدتری رو به این بازار اضافه بکنن. ببینید، مزن الگوی احتمالاً کلی و همه جا درست وجود نداره، یعنی واقعا کیس به کیس، مورد به مورد میتونه اتفاق متفاوتی بیفته. خود این حالت هم دو شکل داره دیگه. یه وقتی این کسب و کارهای، مثلا این کلمه که امیر کاربرد خیلی کلمه خوبیه، متداول، من میگم سنتی دنبال جایگزین میگردم، کسب و کارهایی که تو فضای متداول اقتصاد حضور دارن، یه وقتی اینا میان با یه سری کسب و کار دیجیتال یا استارتاپ کار میکنن برای اینکه فرایندهای درونی خودشون رو بهبود بدن، یعنی مثلا این شرکت نرم افزاری کمک میگیرن برای ERP، از یه شرکت تو حوزه هوش مصنوعی روباتیک استفاده میکنن برای هوش مصنوعی مثلا اتوماسیون خط تولید. الان شما خیلی اینو میبینید، مثلا توی گروه انتخاب من خیلی میبینم تو حوزه لوجستیک و هم نقل اتفاق افتاده، توی خود گلرنگ در حوزه هم نرم افزار هم فینتک اتفاق افتاده. این یه مسیره. یه وقتی شما همین شرکت ها میان به چشم سرمایه گذار، به عنوان سرمایه گذار میان توی اون کسب و کار دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، نه برای اینکه فرآیند خودشونو بهتر بدن، برای اینکه پورتفوی سرمایه گذاری خودشونو گسترش بدن و متنوع بکنن. این دوتا با هم فرق داره. من به اولی خیلی خوشبینم، یعنی فکر میکنم شرکت های فولادی، پتروشیمی، نفت، گاز، حمل و نقل، خودرو، اگر بیان توی این حوزه سرمایه گذاری کنن و به شرکت و روی کسب و کارها و استارتاپ‌های سرمایه گذاری بکنن که بهبود درون اون کسب و کار بزرگتر ایجاد بکنن، اتفاق خیلی خوبیه و به نظرم زمینش هم وجود داره و در دنیا این روندها، یه بخش مهمی از ادغام‌ها و تملک‌ها در دنیا اتفاقا با همین روی که اتفاق میفته. شما نگاه کن، من خودرو رو مثال میزنم چون یکی دو سال اخیر خیلی درگیرشم. تقریبا همه استارتاپ‌هایی که تو حوزه اتومبیل خودران، اتومبیل کانکتد، نمیدونم خودروی برقی ایجاد شده، حالا غیر از این دو سه تا شرکت گوگل و اپل و آمازون که خودشون مستقل دارن کار میکنن و تسلا، بقیه هر چی ایجاد شده رو خودروسازهای بزرگ رفتن تملک کردن و باشون دارن کار میکنن. شما هم در تویوتا میبینیم، در فورد میبینی، چینی ها که اصلا وحشتناک دارن این کارو میکنن. این کار اتفاق خوبیه و به نظر اینو پروموت کردن و ترویج کردن مفیده و کمک هم میکنه هم سرمایه وارد اینو، همون مزایایی که چه امیر عزیز شده کردن چه که ایوان جان اتفاق میفته. ولی این حالت دوم که اینا به چشم سرمایه گذار بیان میتونه در مواقعی موفق باشه، در مواقعی شکست بخوره. من از تجربه گلرنگ و تپسی خیلی خوشحالم، یعنی مثلا به اتفاق بسیار بسیار خوبی افتاد، ولی در این حال دو تا نگرانی هم دارم. نگرانی اولینه که همونجوری که شما اشاره کردید، به لحاظ فرهنگی و عادت‌های رهبری خیلی این کسب و کارهای بزرگ دوست دارن کل استارتاپ، کل بیزنسی رو در کنترل بگیرن. همین اتفاقی هم که افتاده که 100% سهام تپسی رو میخواد بگیره. گلرنگ میخواد. ببینید، اگر این به این معنا باشه که اون آدمای اصلی که در تپسی آدمای کلیدی بودن، مدیر عامل، مدیر ارشد فنی، برنامه‌نویسا اینا، به هر حال سهامداری یه شکلی از منطبق کردن انگیزه ها و ریسک هاست و ایجاد تعلق بلند مدت. من برای خودم این سواله که اگه این آدم‌های اصلی که سالا تو این کسب و کار بودن الان یه پول خوبی هم بگیرن و خارجن و توی کسب و کار نباشن، یا دست کم انگیزه بلند مدتی نداشته باشن، مثل یه کارمند ارشد با درآمد خوب ولی حتی حضور داشته باشن، آیا جایی مثل گلرنگ به قدر کافی نیروی انسانی توانا داره که بتونه همین کسب و کارا رو مدیریت کنه؟ این منظر من نگرانی به جای. البته دوستان گلرنگ در کارنامه‌شون تجربه موفق داشتن و اصلا تجربه ناموفق هم داشتن، واسه همین هیچ پیش قضاوتی ندارم. نگرانی دومی که دارم اینه که خیلی بی‌تعارف نسبت این کسب و کارهای دیجیتال از کل پورتفوی این هلدینگ‌های بزرگ نسبت کوچولو، یعنی مثلا الان فرض کنیم چه می‌دونم مثلا کل تپسی بشه مثلا روندش کنیم 2000 میلیارد تومان، 2000 میلیارد تومان در پورتفوی گلرنگ من گمان نمی‌کنم بیشتر از مثلا 2-3% باشه. حالا اینا این نشانه ارزشمندی بودن یا نبودن نیست، طبیعتا به قول گیوان شامپو چون مردم بیشتر مصرف میکنن عددش میره بالا، طبیعتا ولیو عددش بیشتر نیست، ولی تو پورتفوی گلرنگ این رفیق کوچیکی میشه. سابقه نشون داده کوچیک بودن کم تحملی هم میاره، یعنی صبوری و استمرار و سماجت این هولدینگ های بزرگ درباره یه چیزی که سهمش تو پورتفوی اینا تو سبد کسب و کارشون کوچیکه کاهش پیدا میکنه. در مورد چی کاهش پیدا میکنه؟ یه کسب و کاری که در ذاتش ریسک داره، در ذاتش آزمون و خطا داره. من نگران اینم هستم. این یکی از مهمترین تفاوت های ویسی ها در جهان با
کسب و کارهای مینستریمه. وی سی ها دقیقا چون این دینامیزم رو میشناسن و قدر کافی صبوری دارن و میدونن کدوم استارتاپ شکست خورده سریع جمعش کنیم، کدوم نه به نظر میاد که چیز داره راند بعد. این دیدگاه اگر در این کسب و کارهای متعارف و هولدینگ های بزرگ باشه بنظر من میشه امیدوار بود. من الان نشانه های کمی میبینم که ما آدم های با این دیدگاه در صندلی های ارشد کسب و کارهای کلاسیکمون ببینیم، ولی از اون برم باید نگاه کرد خب اصلا گزینه دیگری من که داریم گزینه رومیز چیه؟ یعنی بچه های تپسی دوستای خوبمان و خیلی هم اتفاقا میدونید جز واقع بین‌ترین و عملگراترین بچه های اکوسیستم استارتاپی ایران بچه های تپسی هست. یعنی واقعا همه راه و مسیرهایی که ممکن بوده، همه تعاملات، همه فعالیت هایی که به اینها مجرایی برای رشد میداده رو امتحان کردن و تهش اینقدر فضای بازی نداشتن. خب تازه تپسی استارتاپی بوده که یه سری چالش های مثلا سهامدار خارجی حرفام که بقیه دارن نداره. خب گزینه‌ای ندارن. وقتی گزینه دیگری نیست، شما تنها گزینه روی میز اینه، ایرادایی هم داره، عقل میگه اینو انتخاب بکنید دیگه، کسب و کارتون حفظ شه، کسب و کارتون از بین نره. متأسفانه الان وضعیت اینه. ولی بخوام جمع‌بندی بکنم، نظر ما نیاز داریم این مرحله رو ازش عبور کنیم. همین کسب و کار بزرگ هم تجربه میکنن، یه جایی هم اشتباه میکنن، یاد میگیرن میرن مرحله بعدی، دفعه بعد احتمال این اشتباه رو نکنن. من حتی کلا خوشبینم به این فرآیند. من یه سوال مشترک میپرسم از ستاتون که اگه لطف کنین جواب بدید. با توجه به دستا رو زنگ باشه نه اول از شما، با توجه به وقایع اخیری که برای شرکتی مثل دیجی کالا افتاده، اصلا این که ما منتظر چشمانداز خوبی برای فناوری اطلاعات تو سال 1403 باشیم و با توجه به نگاه امنیتی که دولت اصلا به این اکوسیستم داره، این منتظر بودن برای اینکه یک اتفاق خوب بیفته و چشمانداز خوبی تو سال 1403 داشته باشیم منطقیه اصلا؟ ببینیم واقع بینانه بخوام خدمتتون پاسخ بدم، من به نظرم اون پیشبینی که دوستان کردن چند ماه پیش که آقا مدیریت این مجموعه ها باید عوض شد، مالکیتشون باید تغییر بکنه و اینها، من فکر میکنم الان تا اون مسیره داریم حرکت میکنیم و حالا این اتفاق دیجیکالا یه نشونه است از اینکه یه ارادهی وجود داره که همون اون کامفورت زونی که نیما اشاره کرد بهش توی اقتصاد به قول امیر متداول الان وجود داره، باید توی حوزه اقتصاد دیجیتال هم شکل بگیره. من خیلی محتمل میدونم که جدی دنبال این مسیر برن. یه دوره این شرکت ها محدودیت تبلیغات تلویزیونی داشتن، همچنان مسئله بورسشون جدیه، حتی مسئله ارائه محصول جدید و ورود تو مارکت جدید هم براشون محدودیت جدی داره محسوب میشه. اینا همه یعنی که خب الان یه اراده جدی وجود داره که این تغییره در مالکیت و مدیریت این شرکت های بزرگ شکل بگیره. من به نظرم یکی از سیاه ترین اتفاقاتی که میتونه بیفته توی سال آینده و محتمل هم هست همینه. یعنی حتی حالا نیما به ریسکای ورودش کسب و کارهای متداول به حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد، ما فیلر استوری هم داشتیم دیگه در همین سال گذشته، زرماکرون و علی بابا خب ویدرا کردن اون دیلی که با هم دیگه داشتن اینا. ولی باز من میگم اونجا باز یه بخش خصوصی که یک منطق بیزینسی داره، حالا ممکنه اون نگاه هایرارکی که دارن توی کسب و کارهای سنتی اینجا خیلی کار نکنه. شما میدید در دنیا هم مثلا رابرت مورداک هم رفتش سمت اینکه پلتفرم خبری بزنه، شکست خورد، چند میلیارد دلار هم هزینه کرد اینا. ولی باز اومدن این صنایع سراغ کسب و کارا رو خیلی خیلی اتفاق بهتری میدونم تا اینکه نهادهای حاکمیتی بخوان تملک بکنن این مجموعه ها رو. و شوربختانه فکر میکنم حداقل الان یه انگیزه جدی واسه این اتفاق وجود داره. چشم اندازه که خیلی بد و ترسناکه، یعنی در شکی نیست، ولی من در کنار همین نکات نگران کننده یه نکته مثبت رو هم البته میبینم، اونم اینه که گمان میکنم هاضمه حاکمیت ظرفیت هضم این همه چالش رو نداره. یعنی حتی در ایجاد بحران و در مواجهه با بحران هم باید مجموعه اولویت بندی کنن دیگه. خب و گمان میکنم مسئله الان با استارتاپ ها بیشتر اینه که اون بزرگترها رو بهشون یادآوری کنن که فراموش نکنید فرمان دست کیه. حس نمی کنم بیشتر از این فعلا میخوان، اجازه نمیدن اینا بزرگ شن، اصطلاحا تو بیگ تو فیل شن. این دو ستای هم که دیگه خیلی بزرگ شدن و خیلی کنترل میکنن، سقف دارن، چیز دارن،
و مدام بهشون یادآوری میکنن بدونن که در کدام جغرافیا و در کدام مقطع از تاریخ دارن کسب و کار میکنن، اینو یادشون نره. ولی احساسم این نیست که از این جلوتر میام. به همین دلیل خود من فکر میکنم ما، اینو به عنوان یه ایرانی میگم نه به عنوان یه آدمی که فضای دیجیتاله، ما توی گردنه تاریخی هستیم و نمیدونم از این گردنه سالم عبور میکنیم به عنوان یه ملت، به عنوان یه کشور، به عنوان یه جامعه سالم عبور میکنیم، به سلامت عبور میکنیم یا نه. ولی از این منظر کسب و کارها وضعیتشون با مردم عادی فرقی نداره، یعنی همون ریسک ها، همون نگرانی ها و همون امیدها، شاید امیدهای در دل ناامیدی. آدم امیدهای متافیزیکی وقتایی داره، میگه دیگه نمیتونه اینقدر بد شه. میدونید کسب و کارم همین آدم ها همین فضاها توشونه. بنابراین من خودم فکر میکنم که وضعیت به قدری نامتعادل و ناپایداره که نمیتونه دوام داشته باشه. وضعیت کلی مملکت رو به لحاظ اقتصاد و به لحاظ شرایط سیاست‌گذاری دارم عرض میکنم و حتما یا یه جایی در حاکمیت به این نتیجه میرسه مسائل منطقی رو بره اولویت بندی کنه. برای مسائل گذشته دیدیم میگه مثلا با عربستان یه کاری انجام شد، حالا این داستان غزه یه دفعه اومد همه چی رو تحت شعاع قرار داد. این گردنه مثلا من با صبوری میشه ازش عبور کرد، امیدوارم یعنی با صبوری بشه ازش عبور کرد. مشاهده منم اینه که دیگه الان استارتاپ هایی که موندن و هستن چی میگن، آب دیده شدن، یه علک شدیم، همه اونایی که دیگه چیز بود نه بین رفتن مهاجرت کرد، اینا که موندن نظر میده موقع پوستشون گلفته. من فکر میکنم فعلا صبوری باید کرد و ما داریم صبوری میکنیم، تا کجا نمیدونم. یه جا شما اشاره کردید که در واقع نمیذاره حاکمیت یه سری شرکت ها بزرگ بشن، ولی تو همین زمینه هم به نظر شما رفتارهای حاکمیت دوگانه نیست؟ نمیخوام اسم ببرم، با یه شرکت یک جور رفتار میکنه، با یه شرکت دیگه که حتی سهامدار خارجی هم داره ممکنه که اصلا اون رفتارا رو نداشته باشه. این دوگانه رفتار کردن از کجا میاد؟ ببینید اصلا مسئله نظر بین بهانه و دلیل تفاوت باید قائل شد. بعضی چیزها بهانه است، دلیل برخورد نیست. دلیل برخورد نظرم همون نکته که ابتدا عرض کردم، سیگنال دادن برای اینه که فراموش نکنید تو کدوم فضا دارید کار میکنید. احتمال داره امروز لازم باشه ببینین کسب و کار این سیگنالو بدیم، روز دیگه یه کسب و کار یعنی دیگری. سیگنالو میده که بقیه هم کار دستشون بیاد. آره اینم آره تفسیر جالبه و به نظر من درستیه، ولی اصل ماجرا پیام دادن و پیام گرفتنه. واقعا این نیست که حالا یه ماگی دیدیم فلان این عقوبتش اونه، واقعا این نیست. این نبود. مگه تو این چند سال اخیر این همه برخورد شده بهانه‌های مثلا خیلی معقولی داشته؟ هر دفعه چیزی پیدا می‌کنن دیگه. مسئله مهم سیگنال دادنه و اینکه سیگنال گیرنده بدونه که چجوری تفسیر کنه. من فکر کنم اصلا ماجرا اینه، خودمون نباید درگیر این ظاهر ماجرا کنیم. من فرضم اینه که ما موقع یک سیستم یا یک فرد رو میتونیم پیش بینی بکنیم که قائل باشیم با اینکه اون سیستم یا اون فرد یک حداقل هایی از عقلانیت و اون چارچوب فکری که ما فکر میکنیم رو برخوردار. شما هیچ وقت نمیتونین به راحتی حرکت یک پشه رو به عنوان مثال توی اتاق پیش بینی بکنید که دقیقاً چند دقیقه بعد کجا قرار میگیره. و اگر بخوام با همین منطق نگاه بکنم، پیش بینی کردن در مورد وضعیت آینده به نظرم اتفاقا خیلی ساده نیست، چون اغلب اتفاقهایی که میفته رو من برداشتم اینه که نمیتونم عقلانیتش رو درک بکنم، نمیفهمم که چرا به وجود اومدن و همین سخت در میکنه پیش بینی کردن رو. ولی در حقیقت اگر بخوام از حرف هم نیما هم کیوان عزیز استفاده بکنم، به نظرم میرسه اتفاقی که برای گل رنگ و تپسی اتفاق افتاد احتمالاً برای شرکت‌های خصولتی و بنگاه‌های بزرگی که وابسته هستن به نهادهای عمومی غیر دولتی الان تبدیل شده است به یک الگو و سال دیگه اونها تمایل دارن که چنین رفتاری رو داشته باشن، یعنی تمایل دارن که خودشون جای گل رنگ بنشینن و سهام بعضی از استارتاپ های بزرگ رو شروع کنن به اکوایر کردن.
در حیطه استارتاپ های بزرگ حدسم اینه که ما سال آینده شاهد چنین نوع از تمایلات خواهیم بود. این تمایلات موقعی میتونه فاجعه آمیز بشه که نهادهای امنیتی و قضایی هم به نوعی همراهی کنن با این خواستی اقتصادی. اول خب در اون صورت هست که شما با دستگیر کردن یک مدیر عامل میتونیم سهام اون شرکت رو کاهش بدیم، با ممنوع کردن خیلی از در حقیقت رفتارها و برنامه هایی که یک استارتاپ بزرگ داره میتونیم اون رو در تنگنای قرار بدیم که ترجیح بده سهام خودش رو بفروشه. کما بیش همه ما میدونیم که تعداد زیادی از این استارتاپ های بزرگ عملا تو خیلی از فعالیت های خودشون محدود شدن، از جمله بزرگ شدن. اینجا میتونیم از یه مفهومی استفاده کنیم به نام جامعه شمشادی. تو مفهوم جامعه شمشادی منظورمون اینه که توی جامعه رو در نظر بگیریم که این شمشادها هست همه ی اندازه و کافیه یه شاخه قدش بلندتر باشه، اون وقت یه باغبانی میاد و با قیچی اون رو میزنه برای اینکه همه هم اندازه بشن و کسی بزرگ نباشه. جامعه ایران رو میتونیم بگیم یه جامعه شمشادی هست، از این منظر که اجازه بزرگ شدن به هیچ هویتی رو نمیده. هیچ وقت دوست نداره یه شرکتی از یه حدی بزرگتر بشه، همونطور که دوست نداره که یعنی نظام حکمرانی ایران دوست نداره که یک فردی از یه حدی بزرگتر بشه، یک هنرمندی از یک حدی بزرگتر بشه و همه توی یه سطح باید باقی بمونن و این توی سطح باقی موندن به خاطر اینه که فاصله قدرت بیشتر بشه و این فاصله قدرت باعث بشه که در حقیقت بتونه تسلط بیشتری داشته باشه. این پیش فرض سیاست گذاران در ایران توی دهه های گذشته بوده. من فکر میکنم که توی سال آینده ما با یه همچین وضعیت جامعه شمشادی روبرو هستیم و توی این وضعیت جامعه شمشادی نه تنها اجازه داده نمیشه که هیچ استارتاپی قدش بزرگ بشه و به اندازه اون استارتاپ های در حقیقت نسل اول و اون دوران طلایی رشد پیدا بکنه، ولی حتی همون استارتاپ هایی که بزرگ شدن به دور از با قفلت در حقیقت خیلی از سیاستمداران ناآگاه که خوشبختانه غافل بودن و نمیدونستن قراره چه اتفاقی بیفته، امروز احتمالاً اونها ترجیحشونه که اونهایی که قدشون بزرگتر شده، اون استارتاپ هایی که از این شمشادها بزرگتر شدن رو به تسخیر خودشون در بیارن و بهترین مدل هم و جذابترین مدل هم شاید مدلی باشه که نمونه اون رو توی مدل های ادغام و تملیک یا همون M&A merger acquisition میبینیم. توی این مدل احتمالاً نهادهای عمومی غیر دولتی یا همون شرکت های بزرگ خصوصی تمایل پیدا میکنن به اینکه سهام شرکت های بزرگ و استارتاپ هایی که امروز دیگه اسکیل اپ شدن بزرگ شدن رو مال خود کنن. برای اینکه این کار رو انجام بدن و قسمت تأسف بارش اینه که اونها اهرم های زیادی رو دارن در نهادهای امنیتی و قضایی و من فکر میکنم بخشی از اونها در حقیقت در خدمت این نوع خواسته های اقتصادی قرار میگیره و اینکه مدیر عامل یک استارتاپ بزرگ دستگیر بشه، شرکت توقیف بشه، پلمب بشه ساختمونه در حقیقت اون شرکت، اتفاقیه که خب توی حداقل دو سال گذشته شروع شده، اتفاق افتاده و همینطور داریم میبینیم که تواتر اون داره بیشتر میشه و با فاصله کوتاه تری داره این اتفاق میفته و من فرضم اینه که خب تو سال آینده هم این اتفاق خواهد افتاد و حتی شما میبینین هر اتفاقی هم که میفته دستاویزی میشه برای اینکه این خواست بلندتر طرح بشه، حتی وقتی یه هکی صورت میگیره، ولی اینکه بیشتر هک توی خود همون سازمان‌های دولتی اتفاق میفته، همون میشود بهانه‌ای برای اینکه حالا بریم سراغ بازیگران بزرگتر. برآوردم اینه که بازیگران بزرگتر مورد طمع نهادهای عمومی غیر دولتی و خصوصی قرار میگیرن و اونها با توجه به نمونه‌هایی هم که دیدن، شاید مثلا نمونه یا الگویی مثل همکاری گلرنگ و تپسی و خریدی که توسط گلرنگ انجام شد، براشون الگوسازی هم بکنه و به این ترتیب اونها میرن دنبال اینکه از
از یک سمت فشار بیارن روی استارتاپ های داخلی برای اینکه بتونن اونها رو راضی کنن، برای اینکه به قیمت پایین تر واگذار کنن سهامشون رو، و همزمان هم از یه مکانیزم دیگه هم استفاده میکنن، بی اعتبار سازی خارجی. به این معناست که خیلی از تندروهایی که خارج از ایران قرار دارن همواره تأکید دارن روی این مسئله که استارتاپ های بزرگ متعلق به حاکمیت هست. چرا این مسئله رو دارن؟ به خاطر اینکه تو در حقیقت دیدگاه اونها هیچ آدمی نباید تو ایران موفق باشه مگر اینکه دستش با حاکمیت توی کاسه باشه. خب این دوتا بازو، یعنی این در حقیقت فشار داخلی به اضافه این اعتبار از بین بردن و بی اعتبار کردن خارجی، دست به دست هم میده برای اینکه خیلی از این کوفاندرهای شرکت های بزرگ و خیلی از سهامداران اونها ترجیح بدن که هرچه سریعتر سهام خودشون رو واگذار بکنن، رها کنن خودشون رو از این موضوع و بتونن حداقل اون بخشی از سرمایهشون که قابل انتقال هست چه به حوزه های دیگر چه به خارج از ایران رو مد نظر قرار بدن و اولویت قرار بدن. به خاطر همین برآوردم اینه که احتمالا ما تو سال آینده چنین نوع فشارهایی رو خواهیم داشت، چنین نوع پیشنهاداتی رو هم خواهیم داشت و ممکنم هست که به نتیجه برسه. این سرنوشت بزرگ هاست. اما سرنوشت کوچیک ها اینه که اونها این فرصت رو دیگه پیدا نمی کنن مثل نسل اول استارتاپ ها که بتونن در فقدان آگاهی بعضی از آدم های ناآگاه دارای قدرت، بعضی از آدم های کجندیش دارای قدرت بتونن رشد پیدا بکنن و احتمالا اونها هم جلوشون گرفته میشه. این در خصوص وضعیتی هست که در حقیقت فرمودین در مورد آینده. ولی نهایتا این رو هم بگم که سیستمی رو شما میتونید پیش بینی کنید که یا حداقل از عقلانیت قائل باشه یا یه چارچوب هایی رو داشته باشه که اون چارچوب ها معنادار کنه رفتار رو. وقتی شما با یه سیستمی روبرو هستین که حداقل نمیتونین عقلانیتش رو پیدا بکنین، نمیفهمید که او برای چی داره این رفتارها رو انجام میده، به دنبال چه چیزی هست، نمیتونین اونو پیش بینی بکنید. وقتی هم نمیتونین پیش بینی بکنید، یه قسمتی از استیصال و یه قسمتی از اون احساس عدم امنیتی که وجود داره ناشی از همین پیش بینی ناپذیری آینده هست و باید بپذیریم که شاید از یه نگاه دیگه بخش زیادی از آینده پیش بینی ناپذیر با وضعیت فعلی.